سلام خدمت همه شما مردم عزیز. نمیدونید چقدر دلم تنگ شده بود براتون، نمیتونم بیان کنم. به خودم گفتم بابا خودتو کنترل کن اول بازی، ولی چقدر دلم تنگ شده بود برای دوربین و میکروفون. چه سفری شد، چه سفر عجیب غریبی شد. گفتنی خیلی زیاده و خیلی نیست، یعنی هم هست هم نیست. الان احساس میکنم یه ذره با دوربین چیزم، نگامو از دوربین میدوزدم، یه ذره یادم رفته سیبیلامو چیدن. گربر دیدی سیبیلاشو میچینن چجوری صحبت میکنه؟ یه ذره اونجوری هم دوست دارم با برداشت اول ویدیو رو آپلود کنم، چون واقعی ترین حالته، تا اینکه تا وسطش حرف بزنم بعد کات کن. دوست دارم کات ندم، یعنی این دیگه واقعی ترین حالته دیگه. نشستم دارم باهات صحبت میکنم که این داستان چیه. از کجا تعریف کنم؟ خب ایران رفتنه رو که دیدی، سورپرایزر رو دیدی، برنامه هایی که داشتیم میگرفتیم، فکر کنم پلنت هایی که اومد و دیدی. ماجرا از اونجایی شروع شد که من قرار شد برم شیراز و اصفهان و بعدم برگردم تهران، و بعد اتفاقا بعدش هم قرار بود یه مسافرت نوستالژی تور مثل اون قدیمایی که با بچه‌ها می‌رفتیم بریم شمال، و که خب کنسل شد. اتفاقایی که افتاد، یعنی در واقع یه اتفاق افتاد، منتها خیلی چیزای دیگر رو تحت شعاع قرار دادش. ما قرار شد بریم شیراز یه مدت اونجا باشیم و یه سری از بچه‌ها رو ببینیم، و البته این یهو پیش اومد. یعنی من که رفتم شیراز، یه سری تو چت ناشناس مسیج دادن که مثلا برنامه نمی‌کنی تو شیراز ایونت بذاری و اینا. منم که دنده بدی تا تهش میرم. گفتم اوکی، چرا که نه، شیراز برنامه بذاریم. یه ایونت گذاشتیم، علیرضا ویالون میزد اون شب، که البته من الان ویدیوهاشو ندارم، ولی اگه کسی داشت، چرا فکر کنم دارم توی تلگرام، فکر کنم دارم. بعد قرار شد علیرضا بیاد ویالون بزنه توی جاده سلامت یا پیاده رو سلامت شیراز. ایونت رو گذاشتیم و خیلی هم زیاد شدن بچه‌ها، فکر کنم نزدیک 100 خورده ای نفر اومدن. همه رو دیدیم، خوشوبش کردیم. من بودم، امیر پارسا بود. بعد خیلی شب باحالی بود، واقعا شب عجیبی بود. اگه بخوام تیکه تیکه برات تعریف کنم، هم اون شب هم فردا شبش، حتی قرار شد بریم حافظیه، بعد منم امیر پارسا شلوارک پامون بود. بعد رفتیم دم حافظیه، موقعی که می‌خواستیم بریم تو، اون مسئولی که در واقع اون سربازی که دم درش بود گفتش که نمیتونم بذارم برین تو، و چقدر مؤدب و با احترام و اینا، اصلا ناراحت شد که نمیتونست بذاره بریم تو. بعد گفت مثلا ماشینت نزدیک نی، خونت نزدیک نی، بری عوض کنی و اینا. مثلا هر جور شده میخواست کارمون رو راه بندازه. گفتم نه نیست و اینا، فردا داریم برمیگردیم اصفهان. گفت ای بابا نمیتونم فلان. گفتم نه اوکی، نمیخوام برای تو هم درد سر بشه و اینا. خلاصه سر تو درد نیارم، من و امیر پارسا رو نذاشتن بریم حافظیه رو ببینیم. دوستای دیگه‌مون رفتن و من و امیر پارسا هم رفتیم کوچه بغلی. حالا بچه‌ای که یعنی بچه شیراز باشن میدونن کدوم کوچه رو میگم. یه کوچه‌ای اصلا شبیه ایران نیست، این اگه تکون میخوره و اینا دیگه اینا پوکره. بعد کلی وقت دیدمش، یه ذره داره آتیش میسوزونه. پوکر بیا اینجا، میخوام نشونت بدم. بیا اینجا. چی داشتم گفتم؟ آها آره، کوچه بغلش ببین اصلا شبیه ایران نیست، یعنی انگار مثلا پاریسه، یا حالت سنگ فرش طور داره. بعد نور مثلا زرد یواش، انگار مثلا آباجور تو کوچه روشنه. بعد خود انعکاس نور حافظی هم افتاده تو اون کوچه، و ما رفتیم تو اون کوچه. و بعد من یکی رو میشناختم، آریا، یکی از دوستایی که تو اینستاگرام پیداش کردم. اونم اتفاقا ویالون میزنه و یه بند خیابونی دارن که وکالیست داره و یعنی گیتار میزنن و اینا، خیلی باحال بود. بعد اونا اومدن تو اون کوچه شروع کردن اجرا کردن، و کلا فکر کنم 5 نفرم نبودیم. ببین اون شب نشسته بودم تو اون کوچه، بعد قشنگ چشمو بسته بودم داشتم موزیک رو گوش میدادم، بعد یهو چشمو وا کردم دیدم اصلا فضا رو، بعد نگاه کردم ماهو دیدم. اصلا اینجوری بود که اصلا چقدر انرژی عجیبی الان اینجاست، یعنی این حجم از انرژی اصلا
نمیتونه واقعا یه جا باشه. میگم مثلا من واقعا این جمله رو 10 بار تو این چند وقتی که گذشته به دوستام و کسایی که حالا دور و برم بودن و اینا گفتم. من اگه برگردم دوباره، یعنی قرار باشه برگردم ایران زندگی بکنم، اصلا 100% بدون شک میرم شیراز زندگی میکنم. قبلا فکر میکردم شمال بود، ولی بعد فهمیدم دارم احساسی میگم، به خاطر اینکه شمال یه حالت خب باحاله دیگه، مثلا 10 روز بری شمال و اینا خب باحاله، ولی شیراز چون همون شهریته رو داره، هم میرچی میگم یه حال باحالیه. بعد تو این مود بودم و خیلی داشتم با شهر عشق میکردم، تا اینکه فرداش باید برمیگشتیم که چون زمینی هم رفته بودیم، بعد برمیگشتیم که بریم تهران. خب موقعی که می‌خواستیم بریم تا 8 ساعت 9 ساعت راه دیگه شیراز، قرار بود که اصفهان وایسیم یه روز بعد برگردیم. آقا ما این ایونت رو که گذاشتیم و عکساش در اومد و اینا، خب خیلی از بچه‌ها دیدن، مثلا بچه‌های اصفهان و اینا، و خیلی دوست داشتن که ما تو اصفهان هم این ایونت رو بذاریم، به خاطر اینکه باحال بود دیگه. من خودم جونم نامردیه، خب وقتی اینجا هستم و میشه چرا این کارو نکنیم. ما ایونت رو گذاشتیم، متها یه سری اشتباهاتی بود که واقعا خودم انجام دادم، یعنی اینو الان قبول دارم و میپذیرمش. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه خب من شیرازی که خواستم ایونت بذارم، مثلا یه ساعت دو ساعت قبل از قبل از اینکه جمع بشیم گفتم، یا نهایت دیگه 3 ساعت قبلش گفتم، و بچه‌ها اومدن. بعد جام یه جای یه ذره پرتی بود، یعنی هر کسی نمیتونست بهش دسترسی داشته باشه، و بعد و ترافیک بود و تا خودتون میرسوندی و اینا، اصلا یه چیز پیچیده‌ای بود. تو اصفهان خب من خیلی نمیدونستم یعنی کجا میشه گذاشت و چه جوریه و اینا. بعد چند تا از بچه‌ها پیشنهاد دادن که یه گیم نتیه اونجا میتونیم این ایونتو بذاریم و مثلا شلوغ میشه و باحال میشه و اینا. و من همیشه هم یعنی هم میپرسیدم، میگفتم ببین گیم نت اصلا یهو شلوغ نشه، داستان شه، بعد اذیت شیم و اینا. و نه آقا اوکی، مثلا درو میبندیم و یه تعداد محدودی هستن و دیگه میان و حالا خوشوبش میکنیم و تموم میشه میره. من اشتباهم این بود که توی یعنی برای ایونت اصفهان از 10 ساعت قبل اعلام کردم که مثلا فلان ساعت ما توی این گیم نت ایم. خب این خیلی پخش شد، یعنی من دیدم تو خود تلگرام شیر شده بود، نمیدونم، بعد تو اینستاگرام یه پیج دیگه گذاشته بود که مال خود بچهای اصفهان بود، این خیلی وایرال شده بود. من لحظه‌ای که رسیدم اونجا دیدم نزدیک 300 نفر آدم اومده برای ایونت، 200 خورده 300 نفر آدم اومده. یعنی من اصلا واقعا دست و پامو اصلا گم کرده بودم، حالا بچه‌ای که اونجا اگه بودن یادشونه. من میگفتم اصلا باورم نمیشه این همه تعداد آدم. بعد ما که کاری هم قرار نیست بکنیم که اینقدر، مثلا گفتم در حد 50 نفر باشه خب خوشو بشه و سلام علیکه و صحبت میکنیم، اینجوری اصلا کانورسیشن هم نمیتونه رد و بدل بشه. یعنی اصلا من واقعا قصدم نبود اینقدر آدم زیاد بیاد و اینا. یه ذره گذشت، من دیدم نمیشه، باید این تعداد رو یه ذره کمش کنیم یه نوعی. حالا گفتم اگه یکی میخواد سوال بپرسه، یکی میخواد مثلا با هم دیگه یادگاری، یه ویدیو، یه عکسی چیزی داشته باشیم، همه بیان با هم دیگه خوشوپش کردیم و یه سری ها رو من راهی کردم رفتن. این تعداد باز کم و کمتر شد، تا اینکه دیگه میدونین دیگه خبرها رو دیگه یهو شلوغ شد و اومدن و گفتن که خب اصلا چیه سیستم که انقدر اینجا شلوغه و ایونت و اینا، اصلا ماجرا چیه، مجوزش کجاست و اینا. که خب میگم بزرگترین اشتباه من این بودش که همیشه من میگفتم، یعنی اگه از بچهای قدیمی تلگرام باشی، من همیشه دغدغه گرفتن مجوز برای ایونت رو همیشه داشتم تو ایران، چون خب ریسکیه دیگه، میدونی تو داری یه کاریو میکنی با اینکه میدونی خب تجمع یه چیزیه که خب گیر میدن، این مشخصه. من چون توی تهران این کارو کرده بودم و توی شیراز هم این کارو کردم و هیچ اتفاقی نیفتاد، فکر کردم خب اصفهان هم همینه، میگیری و اوکی میشه. خب این نبود. خب اون شب میگم خیلی شلوغ شد، حالا بچه‌هایی که اونجا بودن دیگه یادشونه چه اتفاقی افتاد و اینا، نمیخوام واقعا تو دیتیلش برم چون خیلی اصلا باحال نبود، یعنی سفر یه جور بدی تموم شد، میدونی چی میگم، یعنی ناراحتیم از این بود که یکی از باحال‌ترین سفرهایی که من داشتم، یعنی یکی از خوش انرژی ترین و خوش وایب ترین سفرهایی که من داشتم، به خاطر واقعا شاید اشتباه خودم، یعنی یه عدم هماهنگی با یه جایی، یا مثلا یه اصلا من نباید اون ایونت رو اونجا تو اصفهان میذاشتم. روک ساده بگم بهت، خب همه میدونین اونجا چه مدلیه دیگه، یه ذره شاید نمیدونم شاید از شیراز گیرتره. بعد خب این اتفاق افتاد و
پیج منم به خاطر همین داستان الان رو حالت تعلیقه، یعنی یه حالتیه که شاید مثلا دوستاشم اینا آقا این کیه اصلا اینجا این همه آدم جمع شدن و اینا، ولی خب نمیدونم تا کی، حالا تا کی قراره این اتفاق بیفته من واقعا نمیدونم. از اون ورم خب من گفتم حالا باز اینجا بگم، من یه پیج دیگه دارم مجلچی که اون تو هم فعلا تا اینکه اون پیج حالا کاراش بشه و بتونیم برگردیم به حالا اون روال قبلی که بود حداقل تو اینستاگرام، چون یوتیوب که من واقعا داشتم باز دپرشن میگرفتم از اینکه نمیتونم، یعنی میتونم اما من تو ایران مثلا حالا فردای اون روز ما مشکلمون حل شد، یعنی هم مثلا یه ذره نگاه کردن و اصلا دیدن اینا وضعیتشون مشخصه و نمیدونم نه سابقه یه نه چیزیه و اینا، ما مشکلمون حل شد واقعا فردای همون روز دقیقاً، کمتر 24 ساعت بعدش. ولی مسئله این بود که اصلا من دل و دماغ اومدن توی سوشال میدیا رو نداشتم، هم پیجم نبود نه اصلا میتونستم اطلاع رسانی بکنم، هم این که اصلا حوصله‌ام نمیشد بیام مثلا چی بسن بیام ولاگ مثلا بازارگردی بذارم، هیچ کاری نمیتونستم بکنم. مسیجاتون رو میخوندم، پیامایی که برام میفرستادین و حالا به بچه ها به دوستان میگفتین و اینا رو به هم میگفتن، ولی خب میگم شاید اگه به عرکسش باشه، یعنی به منم مثلا حق بدین، من واقعا اصلا تو سوشال میدیا میومدم مثلا حالم به هم میخورد از این فضا، به خاطر اینکه یه فضایی بود که منو یاد اون داستان مینداخت دیگه، این که خب تو به خاطر اون فضا و به خاطر اون حالا کانتنت ها و به خاطر اون این اتفاق افتاده و یه جورایی اصلا خودم رو مسئولم میدونستم به خاطر خب اون اتفاقی که برای خود اون گیم نت افتاد، یعنی به مشکل خوردن، حالا امیدوارم مشکلشون تو این چند وقت حل بشه. برای بچه‌هایی که اومده بودن خدا رو شکر اتفاق خاصی نیفتاد، یعنی اون شب همه رفتن، فکر کنم فقط موبایلاشون بود که اونا هم یه چک کردن بهشون دادن، یعنی میدونم که برای هیچکی هیچ اتفاق بدی خدا رو شکر نیفتاد، ولی خب اتفاق بعدش همینه دیگه، این که من مثلا کلی برنامه ریزی کرده بودم برای هفته بعدش، مسافرت های بعدی، کانتنت های بعدی، قرار بود کلی پادکست با حال بگیرم تو هفته آخری که بودم، ولی اصلا دل و دماغه نبود میدونی چی میگم. تا اینکه دیشب رسیدم استانبول، بزرگترین نگرانیم این فسقلی بود که جلوم نشسته، یعنی از یه جایی خیلی داشتم به این فکر میکردم که اصلا واقعا فهمیدم پتو تازه فهمیدم مثلا سیستمش چیه، یعنی همیشه پیششی نمیفهمی، حالا میخوام با گوشی مقایست کنم اما اونجوری نگام نکن، ولی دیدی گوشی تو گم میکنی مثلا تازه میفهمی قدرش رو میدونی، و یا مثلا چه میدونم دستبند تو گم میکنی قدرش رو میدونی، اینم همین بود، نمیدونم تو فرق داری. تو این مدت خیلی از دوستان به من کمک کردن علاوه حالا چه میدونم شاید روحی یا مثلا نشستن و صحبت کردن و یه ذره اینکه انرژیم بیاد بالا و اینا. بیشترین کسی که استرس کشید این وسط مامانم بود، واقعا اینجا باید ازت معذرت خواهی کنم به خاطر اینکه خب مامانه دیگه میدونی سیستمشو، خیلی استرس کشید. تهش بخوام بهت بگم واقعا تهش اوکیه، هیچ مشکلی نیست، تموم شده است و صرفا میگم به خاطر یه بی برنامگی بود که این وسط پیش اومد و از اون ور من دست کم گرفتم بچه اصفهانو، خیلی زیاد بودین پشمام. این یادگاری شیراز راسی بگم، نمیدونم داری میبینی یا نه، اینو یکی تو شیراز بهم داد، یه دستبند بود که همون اول که منو دید اینو بهم داد، یکی هم یه گل داد، حالا گله که دیگه تموم شد، ولی این دستبنده رو قرار شد دیگه همیشه فعلا داشته باشمش، یادگاری اون مسافرت هست در واقع. این خیلی چیز باحالیه، هم با ارزشه، هم یعنی ارزش معنوی داره. بعد همین دو هفته پلنت نداشتیم، خیلی حس بدی بود، خیلی حس بدی بود. من دو تا برنامه عجیب برای پلنت داشتم، یعنی واقعا دوست داشتم اون برنامه رو حتما برای پلنت تو ایران بگیریم با کامبیز، ولی نشد. میگم اصلا انقدر انرژی داون بود و انقدر اصلا نشد واقعا، ولی امیدوارم دوباره حالا تو سفر بعدی یا نمیدونم سر یه فرصت دیگه اون برنامه رو عملی بکنیم. فعلا تنها چیزی که میتونم بهت بگم اینه که خب من الگوریتم یوتیوبم به شخ رفته، یعنی میدونم به خاطر این دو هفته‌ای که هیچی نذاشتم خب الگوریتم زره چیز دیگه،
اگه دوست داشتی تو این چند روزی که من دوباره دارم ویدیو میذارم ساپورت کنین، یعنی اگه یعنی این ویدیو رو حتما لایک کنین، تعداد لایک های این ویدیو اگه بره بالا دوباره چنل شاید یه جونی بگیره دوباره بیفته رو غلطک. و ویدیوهای بعدی که حالا میذاریم، پلنت داریم، این کاره داریم، چند تا برنامه دیگه با کامبیز داریم که حالا داریم براش برنامه ریزی میکنیم، یه سری پادکست دیگه دوست دارم باز بگیرم، یعنی دوست دارم برگردم به اون روالی که بود، میدونی چی میگم. ولی از طرفی چی بهت بگم، دروغ نخوام بهت بگم، من واقعا نیاز داشتم که به یه بهونه‌ای از این سوشال مدیا یه ذره دور شم. یعنی درسته که شاید حتی الانم اگه ببینی بگی بابا چقدر بی انرژی و اینا، این قهوه البته یه ذره داره سر انرژیمو میاره بالا، الان یه ذره برای اینه که واقعا یادم رفته چجوری باید با دوربین راحت باشم، جدی تعارف ندارم بات، یعنی ویدیو بعدی درست میشه. از اون برم چون میخوام کات ندم و هیچ متنی هم جلوم نیست، دارم همه چی رو فعل به داهه میگم، یه ذره دارم فکر میکنم که خب الان اینو گفتم اونو نگفتم چیکار کنم و اینا. در مورد ولاگ اصفهان و شیراز بهت بگم که خب این ولاگ نصف کاره موند، تا یه جایی شد خب داریم، تا یه جای دیگه اصلا نگرفتیم از یه جا به بعدش و اینا. لا 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 اینو بگیر. دیشب آخرین تکسی که از امین داشتم. خب اصفهان یعنی ببین فقط فردا، یعنی امشب نمیدونم اصلا کی بتونم اونو حالا آپلود بکنم یا ادیتش بکنم و اینا. از یه طرفم خب وقتی میبینمش اصلا حس باحالی نمیده واقعا، اونو نمیدونم واقعا. حالا دوست داشتم یه تیکایشو شاید اینجا بذارم، چون اون پروسه رفتنمون خیلی بار رسیم اصفهان خیلی بار، من مثلا گوش و دوغ فیل، نه دوغ و گوش فیل، اونو مثلا بار اول بود داشتم تست میکردم، خیلی عجیب بود. به نظرت چه چه واقعیه؟ این واقعا کیکه. من اصلا نفهمم. نظر تو بگو. ببین باید خیلی تست رو بارم. اسکرین شات گرفت. من تو این سفر دوباره شروع کردم تیکه تیکه گوشت خوردن. دارم میگم حالا اونایی که الان ویجیتریانن و اینا ناراحت میشن، ولی دوست داشتم دوباره تست کنم، همونجوری که دوست داشتم نخورم من دوست داشتم تست کنم. ولی میخوام اینو گفتم که بگم بریونم تست کردم و چقدر خوب نبود، جای درستی هم رفتم و الان نگی آن تو باید میرفتی اونجا، نه جای درستی رفتم، یعنی یه جایی رفتم که خود بچه اصفهان گفتم برو، ولی خوب نبود، این 4/10 بود شاید، ولی چیز خوب بود، خورش ماست خیلی خفن بود، عشق کردم، سنگین بود و چرب و سنگین و اصلا پشمام. دیگه چی مونده بهت بگم؟ میخوای بذار تیکه تیکه کنم اینو حالا تو ویدیوهای بعدی و یه موضوع دیگه شاید تو پلنت راجع بشه ذره صحبت بکنیم. اینو میخوام یه چیز کلی فقط گفته باشم که بعد حالا تو پلنت اگه مفصل کامبیزم اونجا هست راجع بشه حرف میزنیم و همین. هیچی یادم نرفت. نمیدونم. آها پیج هم گفتم نه، میذارم دوباره توی دیسکریپشن لینکشو، این پیج رو فعلا داشته باشین دیگه، 10,000 تا ناقابل فالوور داره فعلا، ولی اونجا فعلا میتونی من رو دنبال بکنی، سعی میکنم سری ریلزا و سعی میکنم. ببین این تو یه کاراکتر دیگه، واقعا این تو مجلچیه، چی میگم یعنی مجلسی همیشه جدا از مجلچی بود، الان سعی میکنم واقعا این مجلچیه رشد کنه، یعنی کاراکتر جدید رو کلا بگیرم ببینم تو کجا میره. بعد همین دیگه، مراقب خود باش فعلا، اونجوری من نگاه نکن، نه مامان قهر کرده، 5 هفته ازش دور بودم.